در این ویدئو قصد داریم چند مورد از تأثیرات خوردن جوش شیرین با نام علمی بیکربنات سدیم را شرح دهیم. آیا می دانستید که خود بدن توسط لوزالمعده جوش شیرین تولید می کند؟ زمانی که اسید از معده وارد روده می شود، توسط هورمونی در روده کوچک سیگنال لازم به پانکراس می رسد و بیکربنات سدیم آزاد می شود و اسید با پی اچ 1-3 را به حدود 7.5 می رساند و اگر پی اچ به 7.5 نرسد، در روده کوچک دچار سوزش و التهاب شدید می شویم. بدن آنقدر پیچیده است که هیچ وقت نمی توان گفت بدن یک شخص کاملا قلیایی است یا اسیدی، و در اصل بدن ترکیبی معتدل از قلیا و اسید است. اکثر آنزیم های مورد نیاز هضم برای فعال شدن نیاز به پی اچ 1-1.5 دارند، اما در روده کوچک جایی که آنزیم ها از لوزالمعده به آن وارد می شوند، برای فعال سازی آنزیم ها به محیطی با پی اچ 7.5-8 نیاز است. زمانی که از جوش شیرین استفاده می کنید، این ماده قلیایی ابتدا وارد معده اسیدی شده و مقدار زیادی از آن خونسا و بی اثر می شود، و حتی اگر همین جوش شیرین در زمان مصرف غذا و عملیات هضم خورده شود، می تواند اسید را ضعیف کرده و هضم را با مشکل مواجه کند. بیکربنات فقط توسط پانکراس تولید نمی شود، بلکه توسط لوله های کوچکی بین کبد و کیسه صفرا نیز تولید می شود. معمولا اگر دچار خستگی پانکراس باشید، دکتر به شما مصرف آنزیم را پیشنهاد می کند. حال آنکه بدون بیکربنات لازم این آنزیم ها به درستی فعال نمی شوند. بنابراین اگر دچار خستگی پانکراس هستید، جهت فعال سازی آنزیم ها همراه مصرف آنزیم ها مقدار اندکی جوش شیرین نیز مصرف نمایید. مصرف اندک جوش شیرین فعال کننده بعضی از آنزیم هاست، ولی اگر ریفلکس اسید معده یا سوزش سر دل دارید، چون که علت اصلی آن کمبود اسید معده است، مصرف جوش شیرین در این حالت اسید را ضعیف‌تر و سبب ایجاد نفخ و گاز می شود و بدن برای جبران این کمبود اسید، اسید فراوانتری تولید می کند که ممکن است پدیده بازگشت اسید رخ دهد. پس اگر دچار کمبود اسید معده هستید، درمان آن مصرف بتاین هیدروکلوراید یا مقداری سرکه سیب طبیعی است. اما اگر شما مبتلا به گاستریت هستید، با مصرف بتاین هیدروکلوراید یا سرکه سیب ممکن است دچار التهاب مخاط معده شوید، که البته با مصرف مقدار اندکی جوش شیرین تسکین می‌یابد. یکی دیگر از مزایای مصرف خوراکی جوش شیرین مرتبط با بهبود فعالیت‌های ورزشی است. زمانی که ورزش شدیدی انجام می‌دهید، در بدن اسید لاکتیک تولید می‌شود. اسید لاکتیک تمایل به مهار کردن اکسیژن دارد. بنابراین اکسیژن رسانی کم می‌شود و استقامت خود را حین ورزش کردن از دست خواهید داد. مطالعاتی وجود دارد که نشان دهنده تأثیر مثبت مصرف جوش شیرین 90 دقیقه قبل از شروع تمرینات ورزشی است، زیرا این ماده تأثیر اسید لاکتیک را ضعیف می کند و عملکرد شما را بهبود می بخشد، و این ماده در بدن به آب و دی اکسید کربن تجزیه می شود و همین نیز سبب جذب اکسیژن بیشتری به بدن می گردد. تأثیر مثبت دیگری که جوش شیرین دارد
روی سلول‌های سرطانی است. قسمت بیرونی سلول سرطانی بسیار بیشتر از یک سلول معمولی اسیدی است. همچنین داخل سلول سرطانی قلیایی‌تر از یک سلول معمولی است. درست است که اسید لاکتیک و لاکتات رشد تومور را متوقف می‌کند، ولی با آسیب رساندن به میتوکندری و مختل کردن اکسیژن سبب تغییر مکانیزم بدن برای جذب اکسیژن شده و کم کم سلول‌های معمولی به سلول‌های سرطانی تبدیل خواهند شد. طبق مطالعاتی که انجام شده است و درمان‌هایی که هم‌اکنون در حال انجام است، رشد تومور را می‌توان با کربن دی اکسید مهار کرد، زیرا این ماده سبب نفوذ عمیق‌تر اکسیژن به سلول‌ها می‌شود. و می‌دانیم که مصرف جوش شیرین در بدن سبب تولید گاز کربن دی اکسید می‌گردد و به دنبال آن سطح اکسیژن در بافت‌ها افزایش می‌یابد. کاربرد دیگر جوش شیرین در افرادی است که دچار عفونت‌های سینوسی هستند. با افزودن یک قاشق جوش شیرین و مقداری نمک دریا به آب جوش و تنفس بخار آن، این عفونت‌ها و گرفتگی‌ها رفع می‌شود. کاربرد دیگر جوش شیرین در درمان نقرس است. اگر به مقدار خیلی کم و نامنظم مقداری جوش شیرین مصرف کنید، pH کمی بالاتر می رود و این می تواند از تشکیل کریستال اسیدوریک جلوگیری کند. و برای اینکه بیشتر از حد معمول جوش شیرین مصرف نکنید و روی آن کنترل داشته باشید، می توانید با کاغذ pH ادرار خود را چک کنید. معمولاً pH ادرار 5 است، ولی با مصرف اندکی جوش شیرین می توانید pH را به 7 برسانید. تا به این طریق مشکلات نقرس کم کم برطرف گردد. مواردی که ذکر شد تنها بخشی از تأثیرات مصرف خوراکی جوش شیرین است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ما آنها را به صورت مختصر شرح دادیم. از اینکه با من همراه بودید بسیار ممنونم. روز و روزگار خوش.